محبت ما اهل بیت روش سرمایه گذاری کنه و شروع کنه به پیشرفت کردن، دیگه خودش از گناه بدش میاد. محبت اهل بیت و نورش مستقنی میکنه شخصو، دیگه از بقیه محبت ها بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین الهدات المهدیین الحجج المیامین و لعنت الله علی اعدائهم ابد العابدین و دهر الداهرین. عرض ادبمون در آثار محبت و علائم محبت بود نسبت به خداوند و اهل بیت علیهم السلام، که اگر عنوان میکنیم ما محبیم چه علامت هایی رو باید داشته باشیم نسبت به خداوند و نسبت به اهل بیت علیهم السلام. گفتیم حالا مجلس رفتن و مجلس گرفتن و زیارت رفتن همه اینها خیلی عالی، جاش رو عرش نشکی پوشیدن و گریه کردن و سینه زدن و لطمه زدن و شعائر دیگر، اینا همش خیلی عالی، اما وظایفی که نسبت به یک محب هست و یک محب چه علامت هایی رو باید داشته باشه، اونها رو طبق دستورات خود اهل بیت علیهم السلام عرض میکنم. چون اساس اینم عرض کنم محضرتون که روایت از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله معصومین الاثنا عشریه صفحه 89 که المحبه اساس المعرفه، اساس معرفت پیدا کردن محبته. حالا تکلیف محبتم که دیروز عرض کردیم حضرت به اون شخص فرمود تازه 70 درجه بعد این داره و مراتب دیگه داره، باز اون خودش جدا. معرفتم میخواد پیدا کنه از محبت شروع میشه، تکلیف محبت رو روشن کنیم. اونها هم که رفتن اونجا کربلا ابتداش از محبت شروع کردن، معرفت رفت بالا اونجا اینجور شد که بذلوا مهجتهم فیه، فی کم در اون زیارت دیگر، اون خونو که مهجت به هر خونی گفته نمیشه، به خونی که تازه تازه از دهلیز قلب میاد بیرون، هنو تو رگ ها نیست و آلوده بشه. به هر صورت اساس معرفت محبته. این علامت ها رو میزون کنیم و در روایت هم داریم رفقا دقت کنید، بفرمد اگر معرفت ما اهل بیت و محبت ما اهل بیت روش سرمایه گذاری کنه و شروع کنه به پیشرفت کردن، دیگه خودش از گناه بدش میاد. محبت اهل بیت و نورش مستقنی میکنه شخصو، دیگه از بقیه محبت ها ولو فکر میکنه لذت چند دقیقه‌ایه، دیگه خودش میشه تارک همه معاصی و فاعل همه خیرات. من جمله از اونها اینه. قال رجل للنبی صلی الله علیه و آله و سلم، یا رسول الله علمنی شیئاً اذا انا فعلته احبنی الله من السماء و احبنی الناس من الارض. یا رسول الله چیزی یاد من بدید، من اون انجام دادم خداوند متعال در بالا خلاصه ما رو دوست داشته باشه، مردمم رو زمین ما رو دوست داشته باشه. قال صلی الله علیه و آله و سلم له ارقب ارقب فیما عند الله و زهد فیما عند الناس یحبک الناس. اون که ارقب فیما عند الله یحبک الله، رغبت کن
دل بده به اون چیزای نزد خداست، دوست بدار چیزای نزد خداست، زهد ببرز، پرهیز کن، دوری کن از چیزای پهلو مردمه. جلد 70 بحاره. خب نزد خدا چیه؟ همه چیزه. یعنی فقط بر طرف بهش پهلو خداست، عاقبت به خیلی دست خداست، صلاح دین و دنیای ما دست خداست، رزق و روزی دست خداست، سلامتی دست خداست، شفا دادن دست خداست. ها ببخشه توبه رو، گناه دست خداست، عطا کنه بگیره، یحیی و یمیت، تعز من تشا و تذل من تشا، همش نزد خداست. خب پهلو مردم چیه؟ هیچی. نه خیلی فلانی میلیاردره، عاریه است، روایت داریم خزانه داری میکنه، خزانه داری میکنه بده به بقیه. کیان؟ اون روایات، یا به عروسش و پسرش یا به داماد و دخترش. اون حدیث دیگرم که بقیهش هم که خوب نیست، فرمود یا برای شوهر آینده عیالش، چون یه چیزی به اون بزرگوار میرسه. بعضی یه هشتم که نیست، الان که 4 دونگ خونه رو به اسمش کنه بعد بره، همش میرسه. یه عدم که مد شده دیگه، رفقا قضات و از وقتا میگه به چقدر پرونده دارم، ازدواج کرده تمام شده، خیلی هم اظهار مهر محبت، مهریه رو به اجرا گذاشته، طلاق گرفته. بعضی هم توفیق داشتن از همین اینجور 4 تا شوهر اختیار کردن، هم هم دارن قسم میدن بهش، سودشو دارن میدن. بله، سود عقد و منظور نظری نداریم، سودشو دارن میدن. اینم 2 تا آپارتمان داره، 2 تا ماشین داره، 4 تا خانم شدن با هم. یه وقتی هم کلاس بودن، دبیرستان بودن، توفیق دانش داشتن، دانشگاه هم توی شهر رفته بودن، حالا رفتن دبی میرن، 4-5 هم هم مطلقن، یعنی مطلقاتن به قول مطلقا، الف و تا اینجا برای جمعه رفتن. حالا شغلشون چیه؟ بزرگواری میکنه از این ور از داروهای کمیاب و میگه از تهران میارن پخش میکنن که مریضا نمیرن، این طرف اون طرف سر کارشون هم با یه عده متشخص. بله بله متدین، لقمه حلالم در میارم، میرن و برای تفریح آب این طرف اون طرف اینا برمیگردن میان، مهریم اومد، این دیگه به ارث شوهرم نرسیده. حواساتون برای یکی بعدی جمع کنید که این بلا سرمون نیارن. به قول رفقا 7 پشت نمون یکی بسته. آره فرمه خزانه داریه، بحث دیگه نیست. خب ریاست بود، خب پهلو فلانی بره پست مقام میده، عاریه است، فردا یه پاپوش براش درست کردن یا یه عددی بالا پایین شد، شب امیر، صبح میبینی که تو زندانه. ای فلانی بود؟ بله تمام شد. نه حال بود 30 سال سر کار بود، بازنشستگیه، تمام شد. به همه اندازه برای آبدارچی اون اداره دیگه ارزش قائلن، اونم وارد شد هیچ بحثی نداره، شاگداش یکی میشه. و فرمد زهد ببرزه، دوری کنه، پرهیز کنه از آن چه نزد مردمه، اما رغبت کنه به آن چه نزد خداست. یه علامتی محبه، یعنی همه چیز نزد خداست. پس وقتی امام صادق علیه السلام فرمود تا نمک قضاتون از ما بخواهین، معناش چیه؟ رفقا این مطالبم یادمون نره. بعضی ها فکر میکنن خیلی پیشرفت کرده، میگه خدا، فقط خدا، پشت ماشین فقط خدا. غلط کردی، خیلی بی خود کردی، مخالف قرآن عمل کردی، خیلی بی جا کردی که شدی سنی. مردک، فقط خدا که پیغمبرم انداختی دور، آیه مبارکه است،
بعضی از متدینین یاد نمیدونن چه حرفی رو میزنن، بس میگن هم خدا هم خرما. خب این شرکه، در اعتقادات این معنا بشه معنای بدی داره. وابتقوا الیه الوسیله، قرآن میفرماید وقتی میخواد خدا میفرماید بیاد نزد من وسیله باید بیارید. امام صادق علیه السلام میفرماید نحن الوسیله، ما وسائلیم. تفسیر برهان آل محمدن الوسیله. فقط خدا، این حرف بعضی از عرفای دکنداره. صدوق علیه الرحمه فرمود دیم چند تا اومدن حرم امام حسین علیه السلام، بعضیشون دو رکعت خوندن بعضی ها نخوندن، بعضیشون از صوفیه و بعضی هم از عرفا بعضی هم از دراویش. سیبیلا رو انداخته بودن پایین، دیدید همونایی که میخوان چیزی بخورن کاپوتی میزنن بالا، آب میخوره باز میندازه پایین. دیدیم اینا چه نماز نخوندن؟ گفت اینا واصل شدن. هو هو خودشون بس شدن، به منبع بس شدن. دیگه به جایی میرسه میگه اون عارف از این درخت تعریف کردی، بحث وحدت وجود یا همینه دیگه که حالا باب شده، کسی هم نمیتونه دهن باز کنه. از این درخت تعریف میکنه، خدا تعریف کردی. ادامهش هم بده، بگه از اون سگم تعریف میکنی، نستجیر بالله. معانی حرفاشون رو بگم، توضیحاتشون بیا بدن که جاش نیست تخصصی این بحث. واصل شده فلانی، واسطه ها رو انداخته کنار، خودش چطور شد؟ خب فرمود خداوند متعال چند صد حدیث در باب نبوت امامت و بحث خلقت این حضرات، اطلع علی الارض، نگاه کرد دید کی به درد این کار میخوره، فختار استفا برگزید اختیار کرد، لذا اسم پیغمبر شده یکیش نبی مختار مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. این آقا ظرفیت دارد به معنای تام برای ارتباط. تازه به پیغمبرش وحی نازل میشد، رنگ مبارکش سرخ میشد. احادیث داریم رو شتر بود، رو اسب بود، کمر حیوان خم میشد. چه حالتی پیغمبر خدا پیدا میکرد؟ وحی الهی میمد. انسان ها فقط خدا، خب ارتباط برقرار کنه خدا، ظرفیت نداره انسان. انگار شما یه منقل زغال اخگر رو به قول فارسی یا خلاصه سرخ بریزید توی پلاستیک فریزر، در جز او بش میکنه. به این بشر خدا وحی میکرد؟ تازه جبرئیل واسطه است، امین وحی الله. این حضرات من نور عظم، از نور خدا خلق شدن. انسان ها لیاقت، طاقت، ظرفیت ندارن ارتباط به نبی فرستاد، بعد نبی وسی فرستاد، پیغاماشونو بهشون برسونه. به هر کسی خدا ظرفیت نداشت مخلوقش بگه نماز رو اینجور بخون، روزه رو اینجور بگیر، حج اینجور برو، این حرامه این حلاله. توسط انبیاش آورد، یک کسانی رو برگزید بین خلائق، نور محض و طاعت محض عینش در این آغاز اشرف مخلوقات و سید کائنات صلوات الله علیه و آله معصوم، بعد در اوصیاء معصومینش، وسیع بعد وسیع. بلکه سنی ها میگن که خدا آنیا چه کنی؟ بگیم خودشون در شبکه میگن قرار بود عمر پیغمبر بشه، جبرئیل عجله کرد به پیغمبر، این حرفشون ها توی شبکه بیان کرد. گفتن خب شما اینقدر گفت ایشون قرار بود اینجور بشه اینجور بشه اینجور بشه، که اون عالم گفت خب دیگه شما که پس چه کرد؟ جبرئیل اومد آخه. گفت جبرئیل عجله کرد از پیش خودش در سر رو پیغمبر رو دیده بیشون گفت. به همین شل بلیم اون که دخترش زنده به گور کرد و بوی عرقش بوی شراب بود،
به قول خودشون که متواضعم بود اون رو توضیح دادیم. حالا میگه جبریل عجله کرد نستجیری بله. بعد در اون عبارت هم میگن که نه، اگر قرار بود پیغمبری بعد از اومی بود جعل کردن حدیثو، انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، کدوم فریقین پر حدیث منزلته؟ اونا میگن ولو کان علی، ما میگیم سلام الله علیه به نصوص ما، میگن نه، گفتن ولو کان عمر، قرار بعد پیغمبر. شما خود مورخینشون کتبشون رو نگاه کنن ببین واقعا شرمشون میاد که چنین شخصی رو جای پیغمبر بزن. آیا این نه بحث پیغمبر وصایت رو بیاره، ببین چه بی‌ادبیه به پیغمبر. خب وسیله فرمود بیارید، فقط خدا و انبیا کجا رفتن؟ تمام اممی حرف بزنه 124,000 پیغمبر رفت، ارسال رسول، انزال کتب باطل، میگه فقط خدا. بعد کدومی که از انبیا گفت فقط خدا؟ اون در بحث وحدانیت لا شریک له، مشرک نشی کنار خدا، برایش یه ندی نیاریم بگیم دوتا بودن. لو کان فیه ما آله لفسدت، بگیم خب دوتا خدا بودن، اینا که نمیشه با هم دیگه چیز بشه. یکیشون میگه امروز خورشید از مغرب بیاد، اون یکی میگه نه امروز از مشرق بیاد. بابا هر روز از مشرق میمدیم، میخوام غافلگیر کنیم. خب عنوان در بحث واسطه است و بعد مفرمد وسیله باید بیاره، آبرودار باید بیاره، یه کسی که زبان خدا رو بفهمه، با خدا ارتباط داره، نه ماها. رغبت کن در آن چه نزد خداست، توسط خانواده، رزق و روزی به واسطه امام سلام الله علیه. لولا الحج لساخت الارض به اهل، خودش معین کرده بهیوم به روز، بل به وجودهی، به وجودهیت پر پیداست، اگه نباشه خبری نیست. ما روایات داریم نفسی که میکشیم میره و برمیگرده اذن امام معصوم علیه السلامه، و اون چه حضرات دارن به اذن الله تبارک و تعالی است. باید کسی رو بفرسته. میشه شما یه وسیله ای میخواد استفاده کنید، یه یخچالی، یه دفترچه راهنما داره، باید معینش کنن، به زبانهای مختلف مینویسن، مسئولش میاد توضیح میده. یه جاده ساختن و رفت، چند سال زیر بنا، زیر سازی، خط کشی، پل، نمیدونم نرده گذاشتن، علائم کذا و کذا، تابلو زدن محل عبور حیوانات پیاده مثلا دو جاده، همه چیزها رو گذاشتن. خب حالا این مهندس و این معمار این راه رفت، زلزله شد 10 سال بعد، به قول حالا رانش زمین شد، سیل اومد، آفتابی خطکشی ها برد، بعضی تابلوار کردن رفتن میل دروازه کردن، پلا خراب شد، کجا شد اینا رو تمام شد. خوبی جاده ترکید، آسفالتش از بین رفت، میخوان چیکارش کنن بعد؟ ای که نقض غرض میشه. یک کسی به جای اون مسئول اولیه باید باشه که از این جاده و مسیر محافظت کنه، اگر خراب شد تعمیرش کنه، آسفالتش خراب شد تعمیر کنه، که از تهران تا، از قم تا تهران پر وصل پینش کنن، بالاخره که لازمه. یه مدیر مؤسسه رو تشکیل داد، با خون دل ساختمانش رو بنا کرد، کتب جمع کرد، ارتباطات بین المللی درست کرد، برای چه کرد سری ماهی گذارد، مدیر مدبری، قانون اساسی براش نوشت، اساسنامه نوشت براش، برنامه نوشت براش. میگه خب حالا دارم میمیرم دیگه، خودتون هر کار خواستید بکنید، یکی بذارید، من شما که خواسته بود این که دیگه نقض غرض میشه، برای که انتخاب کنن بیارن، مردم انتخاب کنن،
گفتیم اون روز یه شاگرد میخواد انتخاب کنه 4 روز دیگه پشیمونه، شریک 4 روز دیگه پشیمونه، یه معامله کرده پشیمونه، یه ازدواج کرده پشیمونه، تحقیقم کرده. وصی پیغمبر رو بندازن دست مردم، اختیار فرمود دست شب، چون امر بهشت و جهنم اینجا، نه حکومت 4 ساله یه ریاست جمهوری که نیست، یه شورای شهر که نیست، بحث بهشت و جهنم کنارش. بعد اون دفترچه راهنما رو معنا کنه، کسی باشه مثل خود کسی کتاب آورده، مبین قرآن باشه. بلارت بن بلا یا بسن الا فی کتاب مبین، هر خشک و تری هست قرآن فهم در این کتاب مبین. امیرالمومنین علیه السلام فرمود انا کتاب مبین، یعنی منم کتاب بیان کننده، ای مبین. پس واسطه میخواد، اونها هم از طریق این حضرات، ما ظرفیتشو نداریم. شما دیدید باز ما توسل پیدا میکنیم، ما نمیتوانیم به کنه ذات معصوم علیه السلام معرفت پیدا کنیم. سفینه ها میفرستن به نزدیک خورشید، میرسه حرارت خورشید ذوبشون میکنه چون نمیتونن برن از دور، چند صد کیلومتری نه چندین هزار کیلومتری نه، عکس ها رو باید بگیرن ماهواره ای، به هر فلزی میره ذوبش میکنه. نه، شما فی رابعه النهار وسط روز در چله تابستان مستقیم به قرص قمر خورشید، به قرص خورشید نمیتونید نگاه کنید، نورش زیاده. ما که نمیتونیم به این چیزا پی ببریم، ما آثارشو میبینیم، به عشق رو میاریم، به زیارت رو میاریم، به عاشورا میریم، به حدیث کسا خوندنه، به جامعه کبیر خوندنه، به توسله، نه معرفت تام. لذا علامتهای محبت رو ما باید پیدا کنیم، معرفت که با مصیبت ها در باب خدا که هیچ. اذا بلغ الکلام فی ذات الله فسکتو، بحث در ذات خدا رسید که اون سکوت کنید فرمود، اینکه کسی کن به کنهش بین نمیبره. یک علامت فز اینه که آنچه نزد خداست رغبت کنیم بهش، و آنچه نزد مردم ازش رو گردان باشیم. اینه که میفرمد اسباب حسادت رو شیئا فشیئا از خود دور کنید. روایت دونیم اگر نفس نمیتونه تحمل کنه که همینجوره هی نپرسید فلانی چقدر زمین داره، فلانی چقدر مال داره، فلانی چند تا مغازه داره، فلانی چند تا ماشین داره، نپرسید، نگید، برای اینکه نفس حالت حسادت براش نیاد، بعد شروع نکنه به غیبت کردن. خب ببین فلانی که راحته، بابا اونم که راحت در مغازش نشسته، اونم دود خورده بوده، اونم خاکره خورده بوده، شاگردی کرده بوده. فلانی که از مینه شاگرده کارخونه شالیکه بود در برنج بر شمال بوده، جا نداشته بخوابه رو پشت بوم میشه، خب حالا صاحب چند کارخونه است، خیراتش هم هست. یه سره نگاه نکنه اون در مغازش نشسته بود پشت میز اینجوره، اونم دویده دفعتا باز نشد از آسمون بریزه، منتها خب ملاحظاتم داشته، به پدر و مادرش هم بی‌ادبی نمیکرد، صدقش بوده، صبح میرفته سر کارش، نمازش قضا نمیشد، با حالت جنابت سر کار نمیرفته، با وضو میرفته. شاگردش اگر گفت کذا ترسیده دیر اومد، بگو اگر احتیاج به آب داشتی بمون این ساعتو نیا، قصد کن بیا توی مغازه. و بیشتر از 400 مطلب دیگر که در روایات ذکر شده در باب رزق و روزی، اینا رو ملاحظه میکرد. نپریم به اون که این چرا اینجوره، بعد برسیم ببین خدا به کیا میده، تو این کارام دخالت میکنیم تو، اگه به دست ما بود چه میکردیم؟ آره معلوم بود، معلومه. به ما میگن رب البیت، به بابای خونه میگن خدای خونه، توی خونه 4 نفری نتونست کاری بکنه، میگه اگه دست من بود. کارهای 10 روزه 5 روزه اشتباه روی اشتباه. علامت محبت رغبت به آن چه نزد خداست و دوری کردن از آن چه نزد مردمه. نص آیه از چشم ندوز به آن چه که به دیگران دادیم از ظاهر مطالب دنیویه.
حالا خونه و کذا و کذا و کذا. مطلب بعدی و بحث علامت محبت بعدی، حضرت می‌فرماید اوحی الله تعالی الی داوود علی نبی و آله و علیه السلام وحی شد به حضرت داوود علی نبی و آله و علیه السلام، ان کنت تحبنی فخرج حب الدنیا من قلب من قلبک فان حبی و حبها لا یجتمعان فی قلبین، جلد 12 مستدرک وسائل شیعه است. اگه منو دوست داریم بفرماید محبت دنیا رو از قلبت خارج کن، چون بفرماید حب من محبت من خدا بفرماید با محبت دنیا یه جا جمع نمیشه. میشه؟ ما میگیم آقا نسبت به اهل بیت علیهم السلام هنوز به اونجا، چون فرمود محبت به خانواده محبت به خداست، ادب به خانواده ادب به خداست، ارادت به خانواده ارادت به خداست. چون این خانواده که نفرمیدن برای خود میگه، هر چه فرمیدن برای اصلاح ما و رفتن به طرف خداست، برای هدایتمون به طرف خدا. این محبت موبایل هست، محبت کفش هست، محبت خونه هست، ماشین هست، محبت بلیز لباس هست، محبت انگشتره هست، محبت چی هست؟ این جایمون برای محبت خدا و اهل بیت. علامتاش همین برای حالی انگشتر گم شد میگه یادگاری بابامون، این نمیدونی چه جو به اندازه دنبال انگشتر میگرده دنبال امام زمان علیه السلام که نگشته یقینا، به اندازه سوخته مال انگشتره نگاه میکن. خب یه اتاقیه همه چیز آماده است توش، سفیدکاری مرتب، اما قرار سکونت کنه چه کرده؟ یکم شکسته انداخته گوشش، یه بخاری یه طرفش انداخته، یه دو چرخه شکسته اینجا دیگه، دیدی انباری رو پر کرده. خب حالا قرار اینجا سکونت کنه، از گرما و سرما در امان به مهمون دعوت کنه بیاد اینجا، جایی نداره. هر چه بوده ما محبت ها ریختیم تو. بذار اون حرف فرموده آشی عباس قمی علیه الرحمن مربوط به کیه نقل کرده، میگه دل حالتش مثل مزاره، اما میگه دل خانه خداست، وقف مکن چون مزار. یکی دیگ نصب کرده، یکی ملاقه نصب کرده، فرش نصب کرده، انباری امامزاده پره. این خانه را به صاحب خانه واگذار. پا شده از چین آمده، کجا؟ خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام. میگه آقا یک سال در راه بودم، حضرت مفرمد پیر شدی فلانی، فرمد محبت شما منو پیر کرده آقا، چی کار میکنی؟ مشغول محبت شما، حالا به ما بگم پیر شدی، هرچی مصیبت داری چهار برابرش مینویسیم تحویل آقا میدیم، دو سه تا پیازداغ هم بغلش. آقا نمیدونید روزگار میزنی بچه مریضی خونه عمه خاله همسایه پول جیب چی کار میکنی؟ بچه ها تا بگم به ما چکم کار کاسی بگه آقا کساد میدونی که چه وضع گیرونی و خیلی. فرمود مشغول محبت شما چی کار میکنی؟ مشغول محبت شما میخوای چی کار بکنی در آینده؟ گوه یلک یا امیر المؤمنی، بقیه عمر من مال شماست. اومد جلو بغلش کرد بوسیدش، در آن عبارت فرمود تا شما پاتون تو بهش نگذارید من پامو نمیگذارم، خدا رو شاکرم چنین دوستانی به ما داد. اسمی نگفت، حرفی نزد، مثل دعای منه، مال همه چیز دعا میکنم، مرزا گرفتارا آخرش هم میگم فرج امام زمانو برسون تمامش بکنم میام پایین. دعاهای خودونم همین جوره، این 40 تا چهارشنبه جمع کردن رفتنم همین صحبت از آره تا رفتیم بودم هیچ چی نمیخوای. به قول عالم فرمی خانواده که میدونن ما چه امانه، ما خبر که دارید، اما دعاهاشو شروع کرد برای فرج، یه سرم گفرون نمیشه برم در خونه امام حسین علیه السلام، به حبیب ابن مظاهر میگم که تو که نوکری در خونه شیم، با آقا بگو فلانی هم گیره صلاح میدونم، بقیه شو دیگه وقتم بود. بله فرمود برید حاجت بخواهید، اما دیگه نفرمید ما رو از بیخ فراموش کنید دیگه،
چیزی رم اگر میخوایم برای خودشون منزل میخواد بگه میخوام مجلس بگیرم روزه سید الشهدا علیه السلام، مال میخواد زود منورش کنید بگه در راه اهل بیت میخوام خرجش کنم، نوکری کنم، باش کربلا برم، چون میدونیم چیزهای دیگه بهش بسازیم بدبو میشه، خوشبو کنیم به نام اهل بیت، وصلش کنیم. یه خونه ای میخوام بسازم، خوب دست پا راحت باشم بچه ها. خیلی خوب، این 4 روز دیگه داد به همسایه مجلس عروسی توش گرفتن، وسیله میخوام، رفقا از روزه میرن پیادن ما برسونیمشون، دارن میرن نماز جای ما 2-3 نفر برسون، به ثوابی هم برای ما نوشته بشه، چند رفقا رو ببریم تا امامزادهی روزه مش، از این نیت ها بغلش بذارید. نه فقط راحت باشن، چون میدونیم که فرمود جماعت میان عبور میکنن از پل صراط، نگهشون میدارن زن و بچه، میان شکمات چی داشته، میان خدای ما نبودیم کار این حجاب بود، این آورده بود خوردیم، این نگهش دارد، میان شما رد چی، این واسه جواب بده، میخوایم راحت باشن، اما چه بهایی، خودمون بیفتیم تو جهنم. فرماید از دلت خارج کن این دوتا با هم جمع نمی، به اندازه باشه. بله سلیمان پیغمبر بود، میلیونر بود، به نص آیه گفت خدایا یه ملکی به من بده، ثروتی بده، لاین بقیل احد، هیچ کی مثلشو نداشته باشه، میگن نفر اول دنیاست، سرمایه شاید بانکای سوئیس برداره کار تموم، نفر اول میگه بعد زیاد باشه. اما روایت داریم این پیغمبر معصومه، بزرگوار، آخرین نبیه که بین 124 هزار پیغمبر روش میدن تو بهش، تشریف میبرن بهشتا، اما این مقدار دنیا بود، مال دنیا این بزرگوار که اینقدر فقط بحث سلطنت بود، نبی هم که اینجور نبوده مثل ما که صندلی 3-5 سانت رفته بالا، میگفت حالم عوض شده آقا چه کنم، تو بچه صندلیش عوض کن، از این اتاق گذاشتن اون اتاق، یه چیز دیگه جلو در نوشتن، هنوز به ریاست هم نرسیده بود، مثلا آبدار چی بوده اضافه کردن، جاروکش هم ها کذا، اینم بغلش باش، حالش عوض شد، عوض شده حالش. فرمود باشه اما دل بهش نبندید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود دو چیز بیچاره میکنه، دو تا صداست، یکی اینکه داره انسان میره پشت سرش صدای کفش دیگران میاد، خبز و نعال میاد، یه عده دارن پشت سر آقا میان، به با جماعته، یکی هم صدای درهم و دیناره، این دو تا صدا شیطان میگه خیلی خوشم میاد ازش، بیچاره میکنش خاص. دیدی الذی جمع مالا و عدده، جمع میکنه شروع میکنه به شمرده، این هم ایناست. یه ختمی بود استاد میفرم مرحوم های مرعشی نجفی هم داشتن میمدن دیگه، قرآن اینا تموم شده، واعظ رو منبر بود، واعظ از رو منبر دید که آقا از راه رو داره میاد، گفت برای سلامتی حضرت آیت الله ابو المعالی سید شهاب الدین مرعشی نجفی رحمه و رحمت الله علیه، من هم دو وقت زنده بود، ببینم صلوات چیه، حرف این آقای نجفی از تو راه رو برگشت، گفت نمیفهم این جای حرفا نیست، اونجا به چیزم بهش فرمودن مربوط به طلباز، نرفتن تو مجلس، دن آقا حالا این عسل خورده، اشتباه محض کرده، شما میفهمیم همینجا فاتحه میخونم، برگشت تو حرم میمدن درس و رفقای اگر یادشونه دستار میکردن زیر عبا کسی وقتی ماش نکنه، رو منبر دارن تعریف میکنن، نفسه دیگه، بعد جا دیدی هنوز نرفتی، فصل هندونه نیست، میبینی آوردن زیر بغل آدم، نارز اینا بیچاره میکنه آدم.
تازه این یه ذره هاش هنوز چیزی بهش ندادن، یه تعریف کوچولو ازش کردن، مرد بیچاره، دق کرد، میگم آب دهنش راه افتاد. حضرت فرمود اون که دوست داره بیشتر میگریوند، اشتباهاتو بیان میکنه، یک سر تعریفت نمیکنه. اینه که در اون روایت دون اگر داشت شروع کردم تعریف کردنت خاک نزدت بود بزن به صورتش. یعنی حواستو جمع کن، چون نفس میریزه به هم. یه ذره از محبت دنیا نه، از این مطالبیه، فخرج حب دنیا من قلبک، هرچی هست منده حال بیاد بگه طرف 20 بار داره تعریف میکنه، میگه خب تموم شد آقا، حالا میخوام ما بریم چیکار. انگار که شام و مدینه است، فرقی نداره. بعد روایتی رو عرض کنم، آخر عرایض روایتی رو نقل میفرمایند از بحار جلد 52 یا 53 که دیگه اون دندهش رو من نمیبینم، مربوط به حضرت اون جلد، چون جزء بحار نیست، جنت المعبار رو اضافه کردن، از کلمات امام عصر علیه السلام فی خبر طویل نسبت به حضرت موسی علیه السلام. چه میفرمد؟ حضرت فرم این موسی علیه السلام، امام عصر علیه السلام فرم ناجا ربه بالواد المقدس، مناجات میکرد طبق اون آیه مبارک، فقال یا رب انی قد اخلصت لک المحبت منی، من دیگه محبتم نسبت به تو حضرت موسی علیه السلام فرم خالص کردم، و قسلت، خیلی حرفا، قسلت قلبی عمن سواک، شستم گرد و غبار محبتی هر کس ریختم دور، قسلت قلبی عمن سواک، قلب نه معنای قلب اینجا دله، و کان شدید الحب لأهله. اما امام سلام الله علیه میفرمد زن و بچهش خیلی دوست داشت حضرت موسی علیه السلام، ای انزع حب اهلک من قلبک، ما رو میخوای خالصی، محبت زن و بچه تن بشور، ان کانت محبتک لی خالصه، اگر روز میگه خالصه، و قلبک من المیل الى من سوای مقصولا، و اگر دلت نسبت به دیگران شسته است دیگه هیچی نداره، محبت ما را، محبت اونها رو بیرون کن. نه اینکه 4400 خورده ای نفر اومدن کربلا با سید الشهدا علیه السلام، چند تا موندن؟ یه عده گفتن ریاست به ما میرسه، وزیری، وکیلی، نماینده آقا در جای مختلف. یه عده گفتن ببین چه خبره، امام معصوم حق که با ایشون خدا کمکش میکنه، کار به خونریزی نمیفته، ما بکش کشته بشیم، قبولم دارن ها، حق با ایشونه، کار به خونریزی نمیفته که ما کشته بشیم، نمیگن شهیدم بشیم. یه عدم که گفتن نخیر، این همه نام اهل کوفه نوشتن دیگه بحثی نیست برای جنگ و صحبت ها، تمام، یه سری رفت، بیریم پشت میزامون میشینیم. لذا امام فرمود من کان بازلن، تکلیف روشن کرد دیگه، اگر میخواد بحث کنه اینجا فقط کشتن، به جایی که ام کلثوم سلام الله علیها فرمود شب عاشورا میدیدن پارچه به اسباش، به نعل اسباشون میبستن، 70 تا 40 تا 30 تا 50 تا میرفتن که اسبا صدا نکنه، نعلاشون صدا نکنه، دهن اسبا هم بسته، هی رفتن 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 رفتن. برای لشگر عمر صد 2000 تا 4000 تا 5000 تا دیدید که تاریخ نوشته، تازه اینا نشسته بودن روی اسباشون، پیاده نظام هم واستاده بود، نیزه دستشون بود، خودها کل جراد المنتشر، مثل اینکه بیابان رو ملخ گرفته بود، همه سیاهی میزد، این بر چند تا خیمه کوچک و 60-70 تا واستاده، ولو با شهدای کوفه که شهدای پیشاهنگ بهشون میگن، محمد ابن کثیر و هانی ابن عروه و جناب مسلم ابن عقیل 360 خورده با اینها، با بقیه هم که 25 تا خورده اینا رسیدن از لشکر، 12 تا از اونجا، 12 تا از مصر، 4000 خورده از مصر آمدن، چه آقا به چند جا نامی نوشته بود، چند تا زن اینها رو راه انداختن، شوهرها بچه هاشون کشته شدن، شیعه بودن، خانواده هاتون وضع مالیش هم خوب بود، بیمه میکنیم برید به نصرت سید الشهدا علیه السلام کوفه.
شهر و روستاهای معمورا با خبر میشتن با اینا جنگیدن، به کربلا رسیدن رفقا 12 تا موندن. عصر عاشورا رسیدن، وقتی رسیدن آتش خیمه هنوز بود، شمشیرات کشیدن افتادن به جون لشکر دشمن، افتادن به جون، این هم شهید شد با این جماعت 360 خورده ای. از خود لشکر عمر سعد هم که خب آقا سخنران، قفاریان اومدن بیرون، دوتا برادر اسدیان برادر نبودن، پسر عمو بودن، هم از اینا رو به لشکر، و بعضی ها مثل حور قره غلامش برادرش اینا آمدن یکی یک رو هم 360 خورده ای شد خالص. تازه در حمله اول ولم یزع القبر الا و 50 مسرعین علی الارض صبح عاشورا، عمر سعد با تیراندازی شروع کرد حمله اول، تیر زدن نامرد و لشکر حضرت تیربارون کردن، گرد و خاک که فرو نشست 50 نفر رو زمین افتادن. الا و 50 مسرعین علی الارض، بقیه هم تک به تک آمدن، اصحاب حبیب مسلم ابن اوس زهیر جون 18 تا جوانان بنی هاشم. چی بود؟ میخوام بریم ریاست کنم. فرمود راه برگشتی نیست. شب عاشورا دیگه همه خالص شده بودن، فرمود ما دیگه بر نمیگردیم. یک کسی گفتن پسرشو فلان جا گرفتن اسیر کردن، چه آقای لباسم بهش داد پولم داد، فرمود برو پسرتو نجات بده. اما ما کارمون به جایی میرسه، جبرئیل ملائکه میان خدمت موسی بن جعفر علیه السلام، عرض میکنن آقا این شیعیانتون جلو زبانشون رو نگرفتن، اسرار شما رو بیان میکنن، چیزایی نباید بگن گفتن، قرار بلا عمومی بر همشون نازل بشه. دقت میکنی روایت اصول کافیه. امام مفرمد بلای همه رو بر جانم میخنم. اونا جلو زبانش نگرفتن، دیگه دستور میسه آقا پس من سجنن الاسجن، باید برن تو زندان. شیعیان ترک تقیه کردن، نفرمودن بیان برام شمشیر بزنیم، فرمودی اسرار و فضائل و مناقب رو هر جا نگید، با هر کسی صحبت نکنید، بلا رو به جانش خرید. پدر فاطمه معصوم سلام الله و علی ابن موسی رضا علیه السلام جان شیعیانشون در امان باشه. دیگه ننوشتن کدوم شیعیان، همشون یه جمعش محب. من سجن الى سجن، بعدم کار به جایی برسه که به جایی ببرن، یه زندان یه ماه، یه زندان سه ماه، اینجا یک سال، چه هر جا می بردن مدتی نمیگذاشت میمدن برای آزادی. گفتن یا آزادش کنید یا خودمون رهاش میکنید. دیدن نه خیلی دست مسلمان ها نمیشه، آخر زندانبان رو یهودی قرار دادن، سندی ابن شاهک. بحث ها مفصله که خواسته باشیم توضیح بدیم، چون عرضمون ذکر مصیبت امروز. ولی بردن بغداد، اون وقت 250 سیاه چال براش ذکر کردن. بغداد رو منصور دوانقی ساخت. سیاه چالم میرفت پایین، بعد که میرفت پایین دو تاش به عنوان آثار باستانی بود میرفتن پایین، بعد از اونجا به خود اصل سیاه چال که میرفت باید با سر زانو بری، چند تا لام روشن حال بر اونجا، هرچی هم رفقا میدونه زمین رو بکنن بره پایین تر رطوبتش بیشتر میشه، چون سر سفره دخترشیم، عرض ادب کنیم سلام الله علیها. قل و زنجیرم، کند و زنجیرم، شما میدونید که چوب رو میگرفتن از وسط میبریدن دو تا نیم دایره کوچک برای مچ دست ها، یه دایره بزرگتر برای گردن، میچسبوندن دو تا چوب اینجا دو طرف، یا به زنجیر یا به قفل، همین جور زنجیرها بس بود میمد به پاها، پاهام همین جور ساق پا توش بود، و سنگینم میکردن که شخص نتونه با اینا فرار کنه. حالا تو سیاه چال با اون وضع باید برید تو سیاه چال، نور نداره، لذا در روایات داریم احادیثمون، امام با قدرت امامت تشخیص میداد کی ظهر نماز، ظهر بخونه کی مغرب عشاء، صدای مؤذنی خبر نه.
بعض روایت هم داریم یه ذکری میفرمود چند هزار تا از این ذکر تمام میشد که وقت نماز ظهر، از اون ذکر باز میفرمود تمام میشد وقت نماز عشاست. چون چیزیم به آقا نمیدادن، غروب به غروب یه مقدار نان جو یه مقدار آب روزه بود موسی بن جعفر علیه السلام. بعض روزا می ملعون همراه با اونها تازیانه می آورد. خب این سیاه چال رو در نظر بگیرید، رطوبتش زیاده. شما که می دونید رطوبت به چوب برسه چوب ورم می کنه. این ورم که می کرد باد می کرد چوب فشار به ساق پا و دست ها می آورد، مخصوصا ساق پا بیشتر رو زمین بود. لذا در زیارت حضرت میخونیم ز ساق المرزوز، ساق پات خورد شده بود آقا، چند سال این به پا بسته شده بود. به حلق القیود و الجنازت المنادا علیها. بعدم دو قوله، حالا چه کردن بمونه؟ یه قول اینه که روی در شکسته گذاشتن آوردن بیرون، به غلامهای دادن بدن رو که بدترین و کثیفترین غلاما بودن، طرف استبل و اسبها و اینا بودن، نه غلامای تو کاخ، برای بی ادبی کنن. یکی هم یه قولم اینه که نه روی در نگذاشتن، روی نوردبانی گذاشتن. ببین چه بی ادبیه توش. خب اون سلیمان نام پرید اومد، گرفتن تو تابوت گذاشتن، چند کفن کردن، کفن قیمتی در اصلم که حضرت رضا علیه السلام قسل کفن داده بود و نماز خونده بود، تابوت گذاشتن تو یک میدان، شیعه ها اونقدر گل آوردن ریختن، مشهور شد به میدان گل ها. اما وقت برداشتن بیارن قبور مقابر قریش، کاظمین فعلی مقابر قریش بود اون وقت در بیرون بغداد، چند تا غلام اومدن دست به دست هم دادن. عرض ادب هم همین، کسی از اینجا عبور نکنه، تابوتو برداشتن از محل تابوت کسی عبور نکنه. چرا؟ گفت ارباب ما این تک زمین خریده، گفته اینجا محل گذاشتن بدن امام ماست، مبادا کسی عبور کنه، مبادا حیوانی از اینجا عبور کنه. دیوار کردن روشم سقف گذاشتن، آفتابم به محل تابوت موسی بن جعفر نیاد. اما لا یوم که یوم که یا آبا عوض گل شمشیر شکسته و نیزه شکسته، یه عده نی آتش زدن ریختن یا بقیت یه عده دامن هاشون پر از سنگ کرد. سه روز زیر آفتاب اینجا نگذاشتن یه اسب از روز زمین رد بشه، اما اونجا ده نفر نعل تازه به اسب هاشون زده. السلام علیکم یا اهل بیت. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از کهکشان.